سلام، خیلی چاکریم. امروز داریم میریم با این بچه‌ها یه کمی دریفت کنیم. می‌خوایم بریم کنار ماشین‌های واقعی دریفت. چند تا مهمون داریم، می‌خوایم باهاشون یه چالش ایجاد بکنیم، مسابقه بدیم. براشون جایزه در نظر گرفتیم. همراه من باشید امروز و فکر کنم باحال باشه. هر چیز اصولا باید بیم پیشه مستر میو، اول یه قهوه بزنیم پیشه گربه محل، بعد روزمونو شروع کنیم. فکر کنم روز والی بشه. کاش میومدی دریفت کنی ستونم. اولی مهمان برنامه رسیده، شرکت کننده شماره 1 خانم کاوکپور، به افتخارشون. دو شرکت کننده بعدی هم به ما اضافه شدن. سرکار خانم سمند، برنده سمند و برنده کمند. صدای قشنگی در میاره. سرکار خانم یاسی رو داریم از آلمان، از شهر فرانکفورت، شرکت کننده بعدی دوایس آمریکا. همشون از آلمان هم. خب تو راهیم، داریم میریم، فکر کنم نیم ساعت دیگه مونده برسیم به فریبر با بچه ها. در حال استوری گرفتن از روی پل. خیلی چاکریم. برسیم اونجا دوباره ادامه ویدیو رو با هم میبینیم. خب رسیدیم، داریم میریم. ساختمون عجیب غریبی است. بریم ببینیم چه خبر است اینجا دنبال فریبر. چقدر بانمک اینجا، خودش خوراک دریفته. خب ما رسیدیم به محل مورد نظر پیش فریبر. آقا خیلی مخلصیم. آقا سلام، خیلی خوش. چاکریم، بذار من دست بدم بهت برادر. ارادت. چقدر خوشگل اینا فریبر. چقدر قراره امروز شیطنت کنیم، چقدر قراره بچه ها رو اذیت کنیم. بریم ببینیم آقا، اولین چلنج رو شروع کنیم. من ازت خواهش میکنم که در کاپوت بیمه رو باز کن که بریم سر به سر بچه ها بذاریم. خیلی چکر. گفتی در چه حدی میدونی کمند؟ این چیه؟ یه بی ام وست که آبیه. اطلاعات بسیار زیادی داری، تشکر میکنم ازت. آینه بغل؟ بابا شوخی میکنی، تو در این حد اطلاعات داری؟ اون آینه بغل هم میدونستی؟ واقعا این چه بی ام وایه؟ دیگه اینا رو بعدم باید صحبت کنیم در موردش. نه دیگه، گوگل موگل نداریم الان. موگل مخصوصا. میله واسه ورزش داره؟ اون طلاییه رو میگی؟ نه، اون میله زرده واسه، آره دیگه، اون هالتره. باش هالتر؟ پرسینه میزنن با اون ستونا. اون اسمش رول باره تو ماشین. میدونی چیکار میکنه؟ آره چیکار میکنه؟ شما بگید. جلوی ضربه رو میگیره. چه ضربه ای؟ ضربه فن. آفرین. من نمیدونم ضربه باشه. بله، اگر چپ بکنی، اگر اتفاق بعدی بیفته، رول بار جلوی اون داستانو میگیره. خب بعد این یکی طلاییه چیه؟ اون طلاییه چیه؟ شما بگید. ببین یه چیزی که انگار گاز میشه باشه، یعنی گاز میشه باشه. نگاه گاز هست. منظورم که به یه چیزی وصل، انگار قدرت ماشینو بیشتر میکنه. خب آقا توی چلنج اول که دوتا هدیه داره، در واقع این دوتا هدیه واسه دوتا مسابقه مونه. دستبندهای لگو ستونا، شما اینا رو ندیدید، ببینید.
آره ببین سه نفرید، آره اینو میتونید کاستوم کنید خودتون روش ببندید. میگه حیف که برنده نمیشم، اینقدر مطمئنی هستی؟ خب این آقا متوجه شدید که جایزه ها چیه دیگه، فعلا برنده نشدید دوست من، خواهش میکنم، خواهش میکنم دست مهدی باشه فعلا. اینا بچه شما هر کدوم باید دو تا سوال جواب بدید. خب و فریور هم، فریور خواهش میکنم کنار مثلا نزدیک یاسی باش که من سوالا رو میپرسم. 6 تا سواله و شما سه نفر باید جواب بدید این 6 تا سوالو، درسته؟ اول شروع کنیم از کمند که همینجا نزدیکتر به ما وایستاده. میتونی از 1 تا 6 سوالا رو رندوم، تو نمیدونی چه سوالیه، بین 1 تا 6 یه عدد بگو الان. خب فعلا از 4 شروع کنیم. خب تو الان باید 3 تا فرق ماشین دریفت رو با یه ماشین عادی بگی. یه ماشین دریفت با یه ماشین چی؟ آره آره، حالا اونم خیلی عادی نیست البته، ولی تو باید 3 تا فرق ماشین دریفت رو با یه ماشین عادی بگی. اصلا تو فکر کن ماشین من، ماشین هر کی. آره ماشین دریفت 3 تا فرقی که باید داشته باشه چیه؟ خب یکی این میله ها اسمش نمیدونم چیه، رول کیج. حالا میله ها، خب نه خب یه بپذیریم فری بر ازش میله ها. خب آخه ببین این تقلب کردی ولی اب نداره، حالا یه دونه رو ازش بپذیریم. دو تا فرق دیگه ماشین دریفت، فقط بحث ظاهری نیست، ماشین دریفت باید یه فرقی داشته باشه. اوکی موتورش با موتور ماشین عادی مثلا فرق، نه اینو نمیتونیم ازت بپذیریم. میتونی با این موتور ماشین استاندارد هم دریفت بکنی. اصلا دریفت یعنی چی؟ خب حالا چون این سوالت نبوده اشکال نداره، دو تا فرق دیگه بگو وگرنه میتونی تو همین مرحله یه سوالت رو از دست بدی. میگه اینه، یعنی تو الان ماشین های دیگر همه رو میدونی اون زیر چیه که تو اون یکی این اضافه است. این توی ماشین عادی نیست، یعنی چیز سوال نگیرم. بعد یه پره ایه که به نظر یه پره ایه که اون از ایناست که راننده تاکسی ها میذارن تو تابستون. آره واسه خنک کردن موتوره. خب حالا هیچ فریور هیچ نمیتونه جواب بده، نمیتونه جواب بده. اجازه بدید که یک دونه از سوالا رو از شما نپذیریم، یک دونه رو از دست دادید. جواب سوال دومو حالا باید بدید. آخر برنامه بدید. بذار چرا آخر برنامه؟ همین الان خواهش میکنیم که فریور سه تا فرق، نه اونو نگو اسمشو، سه تا فرق ماشین دریفت و فریور با یه ماشین استاندارد بگو. من نزدیکترشم زیاد داره، سه تاشو کلا الان سه. آره آره سه تا فرقی که برای آدما بیشتر من فرقش یکیش زاویه چرخ، کیت زاویه چرخ جلوئه که این ماشین به خاطر از این بغل نشون بدی بیشترین برندی که استفاده میشه این برند وایس فابه، اون آبیه. کلا همه چی عوض میشه، طبقه پایین و اینا، که این ماشین سرعت چرخ جلوش تا 90 درجه درست. خب پس اولی شد دوستان من زاویه چرخ، دومی دومیش هم رول کیجش یا رول بارش میشه. این ماشین رول کیج نیستش، رول باره. چرا؟ چون آره. کامل نیومده جلو، کامل تا آخر جلوی ماشین بیاد میشه رول کیج. از صندلی عقب بس جلو به عقب و یه دقیقه من اینو نشون هم بدم، در رو باز کنم. تمام ماشین های مسابقه این شرط در بست است، در بست است. از اون بر باز کنیم. خب این هم شد فرق دوم با یه ماشین استاندارد. بریم سراغ فرق. همینجا دو تا فرق دیگه هم یکیشو اشاره کرد، گفت صندلی رو نمیتونه بگه. میدونی چرا به نظرش صندلی اون ماشین شرط یکیه؟ نه میدونی چرا نمیتونه بگه؟ ما داریم در مورد دریفت، خب اینو تو ریسینگ هم ما داریم. خب فقط در مورد آره داریم در مورد دریفت صحبت کنیم. یکی دیگه میتونه کاموزاسی هیدرولیکو بگیم. بله که نگفت، بیا صداشو در نیاریم، اینو هم نشنیدن چی گفتی، چون خودش ماز دستی هیدرولیک داره، اینا نمیدونن چی، از اون موقع فکر میکنن چاقوه، فکر میکنن چماقه. خب این هم از این یه تفاوت اصلی دیگه. خب ببین نگاه کنید چیزی که هستش، خیلی با ماشین دفجولا دقت کرده دستی میکشن ماشین. آره. رو بغل میبرم یعنی دریفت، مثلا تو اینستاگرام دریفت دیگه. بله بله تو ایران با 405 هم پاور استارت، پاور استارت دریفت ماشین حتما باید فقط دفعنب باشه، برای اینکه جفت چرخه عقبا با هم دیگه بچرخه، دیفرانسیل تمام ماشینای دریفت توش قفل است، یعنی دو تا پلو سر واقعا اینا آکسش رو با هم یکی کردن که چرخه عقب با هم بچرخه. تموم شد رفت دیگه، 4 تا گفت فریور. خب کمان خانم میریم سراغ سوال دوم که انتخاب کردی. دریفت اصلش واسه کدوم کشوره؟ اصلا از کدوم کشور دریفت اومده؟
زادگاه دریف کدوم کشوره؟ فکر کن دیگه وقتی نمیدونی میتونی رندوم شانستو امتحان کنی دیگه. یکم بعد راهنماییت میکنم خب؟ یکم به فیلم ها و اینا دقت کنی شاید بهتر بتونی جواب بگیری به فیلم های سینمایی معروف. آمریکا رو مطمئنی دیگه؟ خب بگو دیگه. اگر الان میتونم بگم مثلا یه چیز دیگه؟ نه یکی انتخاب کن دیگه. اون یکی قطعی یکی رو دارم به کلمش فکر. دریفت که کلمه انگلیسیه 100%. آره میرم واسه ایتالیا. رفتی واسه ایتالیا. خب اینم فیل شدی متاسفانه. خواهش میکنم از ژاپن طبیعتاً. بله خیلی سوال آسون. وقتی من گفتم به فیلم، ببین ما فیلم توکیو دریفت رو داریم. توکیو دریفت این همه ماشین ژاپنی اینجا. آره یکیش توکیو دریفت بود در حال. خب با دو امتیاز منفی خدا نگهدار. خب مهیا شرکت کننده دوم، سوال دو و چهار سوخت چند انتخاب میکنی از یک تا شیش؟ 6-1. اولین ماشین دریفت واسه چه برند اتومبیل سازی بوده؟ واسه چه کمپانی بوده؟ خب بلندتر بلندتر قطعاً ژاپنی بوده دیگه. آقای فریبر بپذیریم ازشون. بله خواهش میکنم. ولی نه نپذیرفتیم هنوز. باید کشور رو باریکلا. خوب خوب فکر انتخاب کن. ما نمیتونیم بگیم، نمیتونی اینجوری بپرسی. بزنش ژاپنی داریم، تویوتا داریم، سوبارو داریم، میتسوبیشی داریم، تویوتا. میپذیریم ازشون. یکی. خب سوال یک، توربو توی الان توی این ماشین توربو رو به ما نشون بده و بگو کارش چیه. ببین این توربو یه چیز آسون انتخاب. موتور تقویت می‌کنه دیگه. اول بهمون نشون میدی توربو کدومه بعد در مورد اون صحبت کنیم. انتخاب تو درست بگو دیگه. خب تا اینجا درست. کارش چیه؟ ماشین مود توربو نداره. آها وقتی اسپورت مود. اسپورت مود. خب من دارم کنسلش میکنم، میگم نداره. به خدا که پارتی بازی نیست. خب. خب نه چی کار میکنه؟ ببین ما خیلی چیزتر میکنه دیگه. قدرت ماشین رو بیشتر میکنه. باید بپذیریم ازش واقعا. حالا چون جزئیاتش که اصلا نمیشد واقعا دیگه بیشتر بگی. فری ور خواهش میکنم که خودت تو چون میپذیریم دوتا مثبت داریم الان از شما. خب فری ور توربو خب نشون داد کجاست. من یکم با دیتیل بیشترم توربو این ماشین رو نشون بدم. من میتونم یه سوال بپرسم؟ حتما میتونی بپرسی. اینو همه ماشینا دارن. من یه سوال اگه از تو بپرسم و درست جواب بدی یک دونه چراغتو روشن میکنم. خب ماشین من توربو داره یا نداره؟ ماشین من توربو داشت و شما سوختی. قرار نیست حتما ماشین دریف یا مسابقه باشه، ماشینش هست. خب فریبر در مورد توربو لطفا توضیح میدی بیشتر؟ کل فقط کارکردش رو کلا بگم چجوری. مثلا یه خلاصه ای میخوام از کار توربو. شما وقتی بخوای آتیشت زیاد بشه آتیش رو روشن کردی، بخوای آتیش زیاد بشه چیکارش میکنی؟ فوت میکنی بهش اکسیژن میدی. بله توربو هم دقیقاً همینه. یه مصرف کننده است، میاد تو مسیر خروجی هوای اگزوز قرار میگیره، هدر زیزیدش که از این بر هوا خارج میشه میاد داخل این پشت پروانه پشت رو میچرخونه که اون باعث میشه که این کمپرسور جلو هم بچرخه. درست. از هوای هدر شده ما اینو میچرخونیم که هوای بیشتری بتونیم بدیم داخل موتور که از این بوست و هوا رو تولید میکنه میاد میده تو اینترکولر. اینترکولر هوای خنک شده رو صرف در شکل در واقع تو یه لوپ داره به گردش این لوپ کمک بیشتری میکنه. تنفس اتمسفری، تنفس طبیعی این موتور. مثلا میگم تو هر باز و بستش را سوپا بشه 10 تا مولکول اکسیژن بخواد داره، توربوش که میکنیم به بس بوستی که میدیم اینو افزایشش میدیم. بسیار عالی یاسی خانم. میریم سراغ شرکت کننده سوم. تا اینجا مهیا با دو امتیاز مثبت، کمند با صفر امتیاز و بریم سراغ یاسی. تو اگه دوتاشو درست بگی چلنج جدید
خواهش میکنم یه سوالی بعد فریور بین شما دوتا طراحی بکنه. طبیعتا برای تو مون سوال 3 و سوال 5 اگه اشتباه نکنم. خب من میخوام که حدودی سوال 3 رو ازت میپرسم. حدودی حدس بزنی همین ماشینی که جلوت هست، خب یه رنج با 100 تا اختلاف به اون بگین چند اسبه بخاره. با 100 تا اختلاف میتونی بگین، خودش یه راهنمایی بود اگه ماشینای من خراب نکنی. با 100 تا اختلاف بپذیریم ازش دیگه، به خاطر اینکه سخته. 800 انتخاب تو بکن دیگه، نهایتاً دیگه. 800. اشتباه زیادی داشت فکر میکنم، درسته؟ دقیقاً این ماشین 400 اسب بخاره. 400 تا 450. بله بله. بیشتر از هست. آره اون 900 اسب بخار کمبلاک، مرحوم کمبلاک. خب سوال 5 رو برای شما مطرح کنیم. فکر نمی کنم بتونی جواب بدی. ببین تو فقط کافیه بگین کلمه ای که من میگم چیه، چه قسمتی، اصلا چیه. تو جی زد ماشین بازا همه میدونن چیه. تو جی زد، برای اینکه راهنمایی بیشتری بشی، تو عدد جی و زد، این چیه؟ تو جی زد یعنی چی؟ میتونیم اونجوری هم بگیم دیگه، داری خیلی راه نمایی میکنی. تو جیزت چیه؟ پاش کن بلندتر. تو جیزت میتونه یه ترفند باشه. نه مثلا موقع دریفت کردن یه حرکتی مثلا بهش میگن تو جیزت، ولی نمیدونم. بذار راه نماییت کنیم. تو که بالاخره برنده نمیشی چون یه سوال سوخت، خب ولی اون نیست، یه قطع است. حالا شما ها قطع نیست جلوه بچه ها، تو جی زد این طلایی است این جلو، از این به بعد. خب خواهش میکنم که از سلطان تو جی زد بپرسید. موتوره، یه نوع موتور خیلی معروفه. این موتور M50ه. یه سوال دیگه ازت میپرسم، بازم این یه ارفاق دیگه از جفتتون کمند و تو جی زد واسه چه ماشینی بوده از اول که بعد معروف شده این موتور؟ یه ماشینیه که ژاپنی هم هست دیگه، بیشتر از این دیگه. آره برند خود ماشین یا اسم ماشین؟ اسم ماشین رو باید بگم، برند آسونه دیگه. 3-4 تا اتاق هست. حالا اصلی ترینش دیگه همه میدونن. نه، نه اون موتور رو 3-4 تا ماشین نصب شده، ولی یکیش خیلی معروفه دیگه، کل ماشین واسه همون چه عاشق ماشین رویه هم ماشین هست. خیلی معروفه، داره راهنما، یه ماشین ژاپنی که همه ماشین بازا خیلی دوستش دارن. واقعا سوال سختیش، بد شانسی سوتونم، یعنی خیلی بد شانسی. خب برای تو آسونه، برای بچه‌ها خیلی. خواهش می‌کنم استاد بفرمایید. اسیتنش روی سوپرا. بله ایز در سوپرا. او تو 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 دختر پسر نداره با دختر. آره آره این ماشین مال دختره بچه. این ماشین واسه دختره، میدونستید؟ این ماشین واسه دختره. جاشم خالی الان اینجا، خیلی خالی، خیلی سوشم باشه. ولی شما برای برنامه بعدی، من چقدر دوست داشتم شما ها دریفت کنید واقعا. عملی ماشین میارم، عملی هم بخواهی تست میدید. خب خواهش میکنم هدیه اول رو به هدیه اول رو تقدیم میکنیم به محیا، بدون واقعا هیچ پارتی بازی. اگه دوبامش هم من ببرم بعد هم چی بگم آقا یه سوال جدید میخوام بپرسم. تشریف بیارید اینجا، یه شانس جدید میدم با یه برنده جدید. خب به من بگید که الان تعداد لوله های آبی اونو نگاه کنید از نزدیک و بشمرید که چند تاست. It was at this moment that he knew he fucked up. We'll be right back.
خب بریم سراغ چلنج دومی. بچه‌ها ماشین آرسیو براتون از نقطه استارت که اینجاست گذاشتم. خب باید شروع کنید، با هیچ کسی هم حق تمرین فعلا نداره. مسیری که باید طی کنید از اونجا استارت، میبینید یه سری پایلونای کوچیک اینجا نارنجی روی زمین گذاشتم، درسته؟ اولیو میزنید، بعد این بیفته، کسی اگر این نیفتاد باید انقدر دور بزنه که این بیفته. حرکت میکنید، پایلون دوم اینجا روی زمین، پایلون سوم میبینید بچه کنار ماشین، پشت ماشین، درسته؟ یعنی از دور ماشین میزنید و شما نمیتونید بیاید اینجا تا اینجا جلو، شما تا یه لیمیتی دارید برای جلو اومدن، درسته؟ یعنی با ریموت نمیتونید بیاید دور بزنید، همونجا این کار رو انجام میدید، درست؟ از اونجا که میچرخید یه دونه دیگه اینجا داریم بچه ها، کنار این دیوار، که خواهش میکنم ازتون مراقب ماشینای من باشید. چی؟ اب نداره، بخوریدم اب نداره، فدا سرتون. اینجا رو میزنید، این رو میزنید، 6 تاست در مجموع. خب من خودم اونجا راهنماییتون میکنم. نقطه پایان هم دقیقا کنار نقطه استارته. من تایم میگیرم هر نفر، بله من تایم میگیرم هر نفری رو، و کسی برنده است که کمترین تایم رو بزنه و هر 6 تای اینا رو انداخته باشه. حاضرین؟ نه میگم پشت صحنه مهدی بگیره، دعواتون کردم. بعدم من و فریورم خودمون یکم اینجا بازی بازی میکنیم. حاضرید بچه‌ها؟ کی اول شروع میکنه؟ میتونید دریفت کنید. اگر میتونید دریفت، یه جوری پرسید دریفت نکنیم، انگار مثلا داشتی 33 سال دریفت میکردی. نه نه نه، اینا ماشین دریفته. الان به توضیح میدم. خب نفر اول مهیا قراره بره با 3-2 که من اینم تایمر رو میزنم و تایم تو بعد ساب میکنیم. مهدی حاضری؟ مهیا 3-2-1 عالی، باریکلا، خیلی مرسی. با تایم 120 ثانیه. آرومتر. آها حرکت نمایشی میزنی، میبازی ها. دومی رو زد، قطعا بازنده ای، گیر نکرد. مرسی از شرکت کننده اول که فاتحه ماشین رو خوند. خب شما مستقیم بیا، تمومه، تمام. 2:29 خب شرکت کننده نفر دوم، یاسی. یاسی جون حاضری؟ 3-2-1 ببین منطق، باریکلا، اولی رد کردی، باید به ترتیب بزنی. آخ آخ این بده، نخورد. اولی رو زدی، برو دومی راست. یعنی تا کنارش رفتی یاسی جون؟ تو ادامه بده، من اینجا از ریاکشن خودت بگیرم. میخوای تایم یاسی رو دیگه کلن متوقف کنیم؟ ببین کجایی؟ دنده عقب. خب ببین به نظر من از تایم تو رد شد، میتونیم دیگه بپذیریم که فایده ای نداره. مرسی، حالا که فهمید فایده نداره گفت بذار ماشین رو داغون کنم. از عقب ایشون فیل شد. خب میریم برای آخرین شرکت کننده، کمند. حاضری کمند جون؟ 3-2-1 اولیو میزنه با دقت، دومیو با دقت بیشتر، میره برای سومی. وای از کنارش رد شد. سومیو میزنه، باریکلا، حرکت کن کمند به سمت این دیوار. باریکلا. باریکلا، آخری کنار خودت. شاید باورتون نشه 39 ثانیه. آقا دست منو بده. خدمت شما. تمیزکاری بعد از اینکه هر بار با این آرسیا کار میکنیم، باید شروع کنیم تمیز کردن، بعد پمپ باد بگیریم و باد
لاستیکا رو درست سر بیاریم تمیز کنیم لاستیکا رو بیا من از بیرون نشون بده دیگه تمام شد. آره این یکی هم یه چیزی این لابلا رفته. اینم تو جیزد بابا. تو فقط رمیر اینو نگاه کن، فیلتر رو نگاه کن. چقدر خوبه. چقدر خوش رنگ رنگ زدن کاور موتورو. اینم از تو جیزد که توی ویدیو ما توی سوالات ما بود و بچه‌ها نتونستن. دقیقاً این موتور شما دیدی کلیپ ها رو لامبورگینی آره. مثلا آره 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 اونجا وقتی میبینی ببین من روی این 92 دیدم خیلی تو جیزت میبندم آره تو جیزت یه موتور تاریخی میشه بهش گفت دیگه واقعا عجیب غریبه تا چند اسب ازش گرفتن تا حال تا 2500 اسب از خود فکر کنم فابریکش 300 خورده یه درست میگم توربوش احتمالاً هولوش 300 اسب فابریک و بعد به این کاری هم که بچه‌ها میکنن حالا ماشین بازا میدونن سواپ میگن دیگه که موتور رو در واقع چنج میکنن با موتور فابریک ماشین بی ام و هم که بهتون نشون دادم بی ام و ای سی. روز خوبی بود فریبا دمت گرم مرسی بچه‌ها منتظر باشید با ویدیوهای دیگه توی پیست این سری با دریفت این سری با ماشینای واقعی و بعد چالنجشون با خود ماشینای آر سی که امروز دیدی دمت گرم برادر آقا خیلی خوشحال شدم فردات بشم مرسی خدا نگهدار.